شنبه 17 آبان ماه 1397 برابر با 8 نوامبر 2018 با بولتن خبری تحلیلی زاویه در خدمت شما عزیزان هستیم. عباس عبدی، پژوهشگر اجتماعی و فعال رسانه‌ای در نشست افکار عمومی و رسانه‌ها در ایران در دانشگاه تهران با اشاره به تحولات جاری در حوزه اقتصادی و سیاسی حکومت تهران اظهار داشت که نظرسنجی‌ها نشان می‌دهند ناامیدی نسبت به موفقیت‌های دولت، حکومت و آینده در ایران بالا رفته و در برخی مقاطع تا 85% هم می‌رسد. وی ادامه داد بر اساس نظرسنجی‌های اخیر بی‌اعتمادی به مسئولین در طی یک سال گذشته از 40% به 70% رسیده است. باید گفت این بدین معنی نیست که 30% باقی مانده کاملاً به مسئولین اعتماد دارند. این فعال رسانه‌ای گفت در یک سال گذشته که نقطه آغاز نمادین آن دیماه 96 بوده است، تحولی کیفی و رادیکال در افکار عمومی به وجود آمد. تقریباً تمام نظرسنجی‌های یک سال اخیر نشان از تحول جدی افکار عمومی دارند. عبدی اضافه کرد در همین رابطه می شود گفت نسبت به آینده کشور ناامیدی وجود دارد. وقتی جامعه نسبت به آینده کشورش بدبین یا حتی خوشبین باشد، با بقیه مسائل افکار عمومی تحت تأثیر این موضوع قرار می گیرد و تمامی این اتفاقات در چارچوب همین بدبینی یا خوشبینی تفسیر می شود و با اشاره به عدم همراهی افکار عمومی با سیاست‌های خارجی رژیم ایران از ارائه نتایج دقیق آمار نظرسنجی خودداری کرد و گفت همراهی افکار عمومی در سیاست خارجه هیچگاه از 50% پایین‌تر نبوده است. این در حالی است که اکنون این شاخص دچار چالش است. وی شکست شدن اقتدار سیاسی حاکمیت را عاملی برای بروز عقاید و سلایق افراد جامعه در زندگی شخصی و روزانه خود که متفاوت از قالب‌های تعریف شده حکومتی هستند عنوان کرد و گفت سبک زندگی، دین و روابط جنسی و نقش زنان مهمترین حوزه‌هایی هستند که خودشان را نشان دادند و افکار عمومی درباره این مقولات به شکل واضحی تغییر کرده است. ایالات متحده آمریکا بر اساس برنامه‌ای از پیش تعیین شده در موعد مقرر دور جدید تحریم‌های خیش علیه جمهوری اسلامی را روز دوشنبه 14 آبان ماه اجرایی کرد. این تحریم‌ها شامل صنایع پتروشیمی، نفت و گاز، کشتیرانی، بانک و بیمه و مؤسسات مالی، ناقضان حقوق بشر و عوامل سرکوب مردم، همچنین صدها فرد و شرکت ایرانی می‌شود. کاخ سفید با صدور بیانیه ابراز امیدواری کرده است که با این تحریم‌ها منابع مالی رژیم برای حمایت از گروه‌های تروریستی قطع و برنامه موشک ایران متوقف خواهد شد. کاخ سفید تأکید کرد که دارو، غذا، محصولات کشاورزی و تجهیزات پزشکی همچنان از تحریم معاف هستند و تجارت آنها مانند گذشته ادامه خواهد داشت. در فهرست وزارت خزانه‌داری آمریکا، بانک‌هایی همچون ملی، آینده، توسعه صادرات ایران، قوامین، سپه، صنعت و معدن، بانک ایرانی اروپایی هاندرز، بانک وابسته به بانک صنعت و معدن، پست بانک، تجارت و بانک دی از جمله بانک‌های تحریمی هستند. شاخه‌های خارجی و داخلی این بانک‌ها نیز تحریم شده‌اند. از جمله مؤسسات مالی و سرمایه‌گذاری که در فهرست تحریم‌های آمریکا قرار گرفتند، می‌توان مؤسسه آتی سازان دی، شرکت سرمایه‌گذاری بوعلی، شرکت هلدینگ توسعه دیدار ایرانیان، شرکت تجارت گستر فرداد، صرافی دی، شرکت سرمایه‌گذاری رویای روزکیش، شرکت خدمات بیمه امید بنیان دی، شرکت عمران و مسکن آباد دی را نام برد. بانک بین‌المللی پرشیا، بانک فرست ایست اکسپورت، شرکت سهامی خاص بانک ملت از دیگر مؤسسه‌های مالی و بانک‌های ایرانی هستند که تحریم شده‌اند. به گفته وزیر خارجه آمریکا، ایالات متحده جمعاً بیش از 700 شخصیت حقیقی، نهاد، هواپیما و کشتی ایرانی را در فهرست تحریمی خود قرار داده است. آقای پامپو گفت که به خاطر فشارهای آمریکا بیش از 20 کشور تا کنون خرید نفت از ایران را متوقف کردند و این باعث کاهش صادرات نفتی ایران به میزان بیش از 1 میلیون بشکه در روز شده است. در هفته گذشته مدیران محفل ادبی فضولی مجلسی در تبریز با انتشار پستی در صفحه اینستاگرام از تعطیلی آن به علت ناهماهنگی و سوء مدیریت سازمان فرهنگی و هنری شهرداری تبریز خبر دادند. به دنبال انتشار این خبر و واکنش کاربران آذربایجانی، روابط عمومی سازمان فرهنگی و هنری شهرداری تبریز با انتشار جوابیه‌ای تعطیلی جلسات را به دلیل وقفه‌ای در روال قانونی برگزاری دانسته و از استمرار جلسات از سه‌شنبه هفته آینده خبر داده است.
گردانندگان محفل ادبی مجلس فضولی با انتشار پستی به این مضمون: فضولی مجلسی به دلیل ناهماهنگی‌ها و سوء مدیریت سازمان فرهنگ هنری شهرداری تبریز و علل خصوص کمکاری و کم لطفی رئیس مجموعه جناب آقای میکائیل نظری شاید برای همیشه تعطیل شود، خبر از تعطیلی مجلس فضولی را انتشار دادند. به فاصله کوتاهی پس از انتشار این پست، فشار افکار عمومی مسئولان شهرداری تبریز را وادار به واکنش نمود و آنها با انتشار جوابیه ای نوشتند: مجموعه فرهنگی و هنری شهرداری متولی صدور یا لغو مجوز برنامه‌های عمومی نیست. این مجوزها از سوی مرجع قانونی مشخصی صادر می‌شود. بررسی‌ها نشان می‌دهد برنامه فضولی‌خوانی تعطیل نشده است، بلکه به علت وقفه‌ای در روال قانونی برگزاری صرفاً اختاریه‌ای از سوی مرجع قانونی محترم به مدیر جلسه ابلاغ شده است. با انتشار این جوابیه، دکتر فرمان فرزی مدیر جلسات مجلس فضولی با انتشار ویدیویی از تداوم جلسات مذکور از سه‌شنبه هفته آینده خبر داده است. لازم به ذکر است که محفل ادبی شاعران و نویسندگان آذربایجان در حالی به سوی تعطیلی می‌رفت که مدتی است تبریز به خصوص تالار اندیشه محلی برای جولان نژادپرستان با انواع همایش‌ها و نشست‌ها به خصوص شاهنامه‌خوانی تبدیل شده است. کمیسیون اروپا از تعلیق همکاری جامعه جهانی ارتباطات مالی بین بانکی مشهور به سویفت با بانک‌های ایرانی پس از آغاز اجرای بسته دوم تحریم‌های آمریکا علیه ایران ابراز تأسف کرد. به گزارش خبرگزاری رویترز، مایا کوتسیانچیچ، سخنگوی امور خارجه کمیسیون اروپا، چهارشنبه 16 آبان ماه تصمیم سویفت برای تعلیق همکاری با بانک‌های ایرانی را تأسف برانگیز دانست. سویفت دوشنبه 14 آبان ماه اعلام کرد که اجرای تحریم‌های آمریکا علیه بانک‌های ایرانی را از راه منع این بانک‌ها از رسیدن به سامانه حواله‌های بین‌المللی بین بانکی آغاز کرده است. بانک مرکزی عراق با صدور بخشنامه‌ای تمام بانک‌ها و مؤسسات مالی این کشور را به پایبندی به تحریم‌های آمریکا علیه ایران ملزم کرده است. تصویری از این بخشنامه که بر روی آن تاریخ یکشنبه 13 آبان ماه یعنی یک روز پیش از آغاز اجرای بسته دوم تحریم‌های آمریکا علیه ایران درج شده، در برخی از رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی منتشر شده است. در این بخشنامه از کلیه بانک‌ها و مؤسسات مالی خواسته شده برای در امان ماندن از پیامدهای نقض تحریم‌های آمریکا علیه ایران به فهرست ممنوعیت‌ها و محدودیت‌های مرتبط با آن پایبند باشند. این بخشنامه به امضای منذر عبدالقادر الشیخلی، سرپرست معاونت بانک رسیده است. به گزارش پایگاه اینترنتی روزنامه ینی مساوات جمهوری آذربایجان، استیون بلانک، عضو علمی شورای روابط خارجی آمریکا، در گفتگو با رسانه‌های ارمنی درباره پیشنهاد جان بولتون به باکو و ایروان برای خرید تسلیحات از آمریکا به جای سلاح‌های روسی گفت: ظاهراً درها به روی آمریکا در قفقاز جنوبی باز شده است. واشنگتن می‌خواهد حضور روسیه در این منطقه را تضعیف و حضور خود را تقویت کند. صحبت کردن در این زمینه هنوز زود است، اما برخی نشانه‌ها احتمال فروش تسلیحات آمریکایی به این کشورها را تقویت می‌کنند. نظام جمهوری اسلامی ایران بعد از سرکوب خونین سازمان و گروه‌های سیاسی و نظامی مخالف خود، دستگاه عریض و طویل تحقیقاتی، اطلاعاتی و امنیتی خود را به تخلیه ماهیت مبارزات مردمی در ایران و خارج معطوف نمود و تجربیات سیاسی، امنیتی و میدانی خود در برخورد با جنبش‌ها را به شیوه‌های سنتی و مدرن به اجرا گذارد. ایجاد اندیشه‌های موازی با تشکیل لایه‌های روشنفکری و نویسندگان مزدور، برجسته نمودن عناصر کارکشته اطلاعاتی به عنوان نیروی مخالف و ارتقای آن به لایه‌های مختلف جنبش، ایجاد سازمان و گروه‌های موازی، تبلیغ تشکیلات گریزی از سازمان و گروه‌های تاثیرگذار در جنبش و تبلیغ تشکیلات ستیزی از جمله مواردی است که دستگاه پروپاگاندا و امنیتی جمهوری اسلامی ایران علیه مخالفین خود در داخل و خارج مورد استفاده قرار داده است. حرکت ملی آذربایجان جنوبی نیز از این سیستم برخورد بی‌نصیب نماند. بعد از قیام ضد آپارتایتی خرداد ماه سال 1385، شورای امنیت ملی کنترل و مدیریت بحران آذربایجان جنوبی را در اختیار سازمان اطلاعات سپاه پاسداران قرار داد.
این سازمان در مدت زمان اندکی با تأسیس واحدی به نام کنترل و مدیریت بحران آذربایجان در قرارگاه حمزه سید و شهدا کار خود را آغاز کرد. از آن روز تا کنون تئوریسین های ارگان های اطلاعاتی و امنیتی جمهوری اسلامی به هر نحو ممکن تلاش دارند نیروهای بالفعل و پتانسیل مردمی در آذربایجان جنوبی را از نیروی محرکه مبارزاتی دور نگه داشته و با ارائه اندیشه و تزهای ساختگی مانند هویت طلبی، هویت گرایی و ترک ایلی از خط فکری و مبارزاتی ملت ترک آذربایجان یعنی ملت ترک موطن آذربایجان را تخلیه کنند. اخیراً نیز بحث تشکیلات‌های خارج نشین حق دخالت در داخل را ندارند در حرکت ملی تبلیغ می‌شود که گویا همه تشکیلات‌های حرکت ملی غیر بومی بوده و در خارج از آذربایجان طراحی و سازماندهی گردیده و اجازه مداخله و یا فعالیت در حرکت ملی را ندارند. مدتی نیز مطرح کردن مفاهیمی چون تشکیلات‌های چند نفره و بحث این که ما در حرکت تشکیلات نداریم در دستور کار قرار گرفت و این بحث که حرکت ملی آذربایجان تشکیلاتی ندارد نقل محافل شد. یعنی سیستم امنیتی در تلاش بود تا روزنه و امیدهای جوانان و دانشجویان را به ناامیدی تبدیل نماید. این گزینه‌ها در زمانهایی توسط اتاق مدیریت سازمان اطلاعات سپاه به واسطه برخی قلم‌های تواب از برخی مجراهای اینترنتی پمپاژ و مدیریت می‌شود. وقتی تشکیلات‌های ملی آذربایجان در اعتراض به فقر و بیکاری سعی در بسترسازی برای اعتراضات خیابانی داشتند، قلم‌های تحت کنترل وارد شدند و با مجراهای تحت کنترل سکوت آذربایجان را مطرح و تبلیغ کردند که تشکیلات‌های چند نفره نمی‌توانند برای حرکت ملی نظر دهند. نبرد برای رهایی ملی در آذربایجان جنوبی فرسایشی بوده و مانند دو ماراتن می‌باشد. تشکیلات‌های ملی با نوآوری و ایجاد راهکارهای مبارزاتی می‌توانند از پروژه و لایه‌های موازی‌سازی شده و تخریبی سازمان‌های اطلاعاتی و امنیتی جمهوری اسلامی ایران عبور کنند و البته چاره‌ای جز آن نداریم، زیرا ما بر روی خرابه‌های یک ملت استعمار شده در حال ساختن یک جغرافیای سیاسی و به عبارتی در حال مبارزه برای ایجاد یک دولت ملی هستیم و این مبارزه طاقت و تحمل می طلبد تا از موانع عبور کنیم. دوستان و همراهان گرامی، به پایان برنامه خبری تحلیلی زاویه رسیدیم. تا هفته آینده و دیدگاهی دیگر، بدرود.